ما شهادت می دهیم. هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود دچار درد در ناحیه سینه و اختلال در سیستم گوارشی شد که در ساعت 4 بامداد جمعه 20 خرداد ماه برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین منتقل شد، اما 2 ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند بازگردانده شد و از صدای فریاد او هم اتاقی‌هایش بیدار شده و دور او حلقه زدند. و در این هنگام صابر گفت: در بهداری زندان نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد، بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتم و توسط مأمورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شدم. اینها گوشه هایی است از شهادتنامه 64 زندانی سیاسی زندان اوین نسبت به قتل عمد هدی صابر در این زندان. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در رابطه با این فاجعه انسانی میگوید: اول از همه میخوام بگم که این خبر ناگوار آقای هدی صابر رو به همه و مخصوصا خانواده ایشون تسلیت میگم. بسیار بسیار خبر تکان دهنده ای بود و ایشان به عنوان یک زندانی، مخصوصا زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبره، مقامات و مسئولین زندان بر طبق قوانین ایران و قوانین بین المللی کاملا مسئول سلامت ایشان بودند و اینکه شواهد بسیاری به رو آمده که اونها در رسیدگی به وضعیت ایشون و بیماری قلبی که داشتند اهمیت ندادند، در حقیقت مسائل بسیار رو پیش میکشه که یک دادستان صالح میتونه پرونده‌ای رو آغاز کنه که این مسئولین زندان و هر کس مسئول هدایت و در رده‌های بالاتر در از این مسئولین هست موظف بشن که در یک دادگاه محاکمه بشن. ما شهادت می‌دهیم هدی صابر که از درد به شدت می‌لرزید و به خود می‌پیچید در اتاق یک بند 350 با صدای بلند اعلام کرد که از دست آنها شکایت خواهم کرد. از هادی قائمی در مورد ارزش حقوقی این شهادتنامه ها و این شکایت در مجامع داخلی و خارجی پرسیدم. بله، ارزش حقوقی شهادت 64 نفر که شخصا در اون بند عمومی حضور داشتن وقتی که آقای هدی صابر رو از بهداری 2 روز قبل از فوتشون میارن اونجا و آقای هدی صابر در حضور تمامی این افراد میگه که چجور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به هیچ وجه به مسئله پزشکیش رسیدگی نشده، این یک سند قانونی خیلی محکم هست. و وقتی که این رو در کنار این حقیقت بگذاریم که برای 6 ساعت بعد از عارضه قلبی آقای هدی صابر هیچ کس اوشون رو به بیمارستان نرسونده و میدونیم در مورد حملات قلبی ساعات اولیه بسیار بسیار مهم میباشند، آقای هدی صابر از مرداد ماه بدون حکم در زندان نگهداری میشده. مسئولین قضایی این پرونده اگر یک قاضی عادل جدن باشه میتونه از موارد و جوانب بسیار این پرونده رو دنبال کنه و به حقیقت برسه که چگونه چه عواملی و چه سیاستهایی و چه عملکردهایی در لایه‌های مختلف قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها موجب مرگ آقای هدی صابر شد که در حقیقت بیشتر و بیشتر به یک قتل می. در سال‌های گذشته کم نبودند زندانیانی که در اثر سوء رفتارها در زندان‌های ایران به کام مرگ کشیده شدند و سوال این است که آیا مجامع حقوقی داخلی و بین‌المللی می‌توانند فریادرسی بر فریاد خانواده‌های این عزیزان باشند؟ مسئولیت از مجازات، مخصوصا وقتی که زندانیان جانشون رو از دست میدن، از زهرا کاظمی تا موارد بسیار دیگه دیدیم که هیچ گونه اراده‌ای درون قوه قضاییه برای رسیدگی مستقل وجود نداره. اما هر روز ما به یک مرحله بحرانی تر نزدیک میشیم. ببینید الان در عرض یک ماه اندی گذشته 4 نفر جان باختند، از آقای سیامک پورزن تا مهندس صحابی، دخترشون هاله صحابی و همکنون آقای هدی صابر. تمامی اینها به یک نوعی قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه و نحوه رفتار در زندان‌ها بودند. تمامی این پرونده‌ها رو باید از نظر حقوقی حقایقشون رو بیان کرد. خانواده‌ها نباید دل سرد بشن و تمام حقایقی رو که وجود داره جمع‌آوری کنند و از نظر حقوقی در دادسراهای ایران به ثبت برسونند.
چرا که تمامی اینها پایه میگذاره برای مرحله بعدی که چگونه نهادهای بین المللی و جامعه بین المللی میتونه کمک کنه. ولی وقتی که تمامی این پرونده ها با روشنگری و تمام جزئیاتشون در عموم در انظار عمومی باشه، برای حکومت ایران سختتر و سختتر میشه که این سیاست هاش رو ادامه بده. مصطفی خسروی، تلویزیون رسا.